با سلام و درود، با قسمت 124 آموزش زبان فرانسه در خدمت شما هستم با کتاب التقیگو. امروز میخوام یه بحث گرامری خیلی مهم رو بهتون یاد بدم، لبخونو خولتیف کی و که، که این رو میخوام تو این درس با هم دیگه یاد بگیریم، تمریناش هم انجام بدیم. پس تا آخر این ویدیو با من باشین. خب تو صفحه 124 کتاب التقیگو 1 ما یه مطلب خیلی مهم داریم، مطلب گرامری پرونو خولتیف کی اک. قراره اینو به شما یاد بدم، قراره این مبحث گرامری رو به شما کاملا یاد بدم. برای این کار اول بریم چند تا مثال ببینیم، بعد برگردیم به این کتاب. خب اول یه مثال تو فارسی بزنیم که پرونو خولتیف رو یاد بگیریم. مثلا تو فارسی میگیم من یه پسر دارم که اون تنیس بازی میکنه. خب به صورت دیگه میتونیم بگیم من یک پسر دارم که تنیس بازی میکنه. این که دقیقا مثل اون کی یا که توی فرانسه است که در واقع بهش میگم پرونو خولتیف. حالا تو فرانسه نگاه بکنیم، میگیم جه افیس، من یک پسر دارم، ایل جو او تنیس، اون یعنی پسرم تنیس بازی میکنه. حالا میخوام بگم یه پسری دارم که تنیس بازی میکنه، پس میگیم جه افیس کی جو او تنیس. این کی مثل اون که توی فارسیه، جه افیس کی جو او تنیس. دقت بکنید کی حالت فاعلی داره، وقتی که فاعل یه جمله است وقت از کی استفاده میکنیم. بگیم ببین، میگیم پسری دارم که داره بازی میکنه، باز تنیس بازی میکنه، درسته؟ در واقع فاعله، بخاطر همین میگیم کی، جه افیس کی جو او تنیس. خب این جمله رو دقت بکنید، یه دکتری هستش که به خونه ها سر میزنه و من اون رو میشناسم. میتونم بگم من دکتری که به خونه ها سر میزنه رو میشناسم، دکتری که به خونه ها سر میزنه. حالت فاعلی داره، یعنی داره سر میزنه، یه کار رو انجام میده. Le médecin fait des visites à domicile. یعنی میره تو خونه ها و تبابت میکنه. خب fait des visites à domicile. Et je le connais. و من اون رو میشناسم. این لو هم اگه یادتون باشه سعوده هستش که تو درس سعوده بهتون یاد دادم. لینکشو براتون میذارم. میگیم je connais le médecin qui fait des visites à domicile. دکتر رو میشناسم که به خونه ها سر میزنه و تبابت تو خونه هم انجام میده. خب یه مثال دیگه بزنم. مثلا میگم voici le livre، این یه کتابه. le livre était sur la table، کتاب روی میز بوده. میتونم بگم voici le livre qui était sur la table، این کتابیه که روی میز بوده. دقت بکنید بازم حالت فاعلی داره، حالت مفعولی نداره، یعنی یه کار داره انجام میده، یه در واقع مثلا به عنوان نهاد یه جمله است. خب voici le livre qui était sur la table، که روی میز بوده. خب حالا برسیم به پرونو خولتیف که حالت مفعولی داره. اون کی که فاعلی بود، حالا که مفعولی. حالا یه جمله شبیه جمله‌ای که قبلا داشتیم رو ببینیم. دکتر به خونه‌ها سر میزنه، من اونو میشناسم. این دفعه می‌خوام بگیم دکتری که من میشناسم به خونه‌ها سر میزنه. خب دکتری که من میشناسم به خونه‌ها سر میزنه. حالا اینطوری می‌خوام بگیم. Le médecin que je connais، یعنی دکتری که من میشناسمش. اینجا نگاه کنید، اینجا فاعل نیستش، اینجا مفعوله. ما هم میگیم من اونو میشناسم، کجا کنه، فید ویزیت ا دومیسیل. یه مثال دیگه، تو و اشته، یعنی تو قراره یا خواهی خرید یک خونه. من خونه ها رو دیدم. میخوام بگیم خونه ای که تو قراره بخری و من دیدم. پس میگیم جی وی لا میزون، من خونه ای رو دیدم که تو و اشته، اینجا خونه رو دیدم، حالت مفعولی داره. در نتیجه میگیم جی وی لا میزون که تو و اشته، که تو قرار بخریش. جمله بعدی، ژم بیان سرتن شوز، یعنی من یک سری چیزا رو دوست دارم. لو تئاتر ا اون دو سه شوز،
تئاتر یکی از اوناست. میتونیم اینطوری هم بگیم: لو تئاتر اون دی شوز که ژم بیان. تئاتر یکی از چیزاییه که من دوستش دارم. بازم نگاه کنید، تئاتر حالت مفعولی داره، در نتیجه میگیم که. کی نیستش، کی برای فاعلیه، که برای مفعولیه. ژم بیان، تئاتر یکی از چیزاییه که من دوستش دارم. خب حالا بریم تو کتاب. تو درس 122 این متن رو با هم دیگه نگاه کردیم که لینکش رو براتون میذارم، میتونید ببینید. اینجا دقت بکنید، میگه که ایمیجینه این تانت که وولانسه دوان وو. یا کنید تصور بکنید یه تانت یا یه چادری که وولانسه، شما اینجور میدازین جلوتون، بس چون حالت مفعولی داره میشه که. ولی بعدش نگاه کنید، کی هوتوم پخفتما مونته، ولی قسمت بعدش حالت مفعولی نداره، داره یه کاری انجام میده. اینجا چادره که داره اوتومب میشه، در نتیجه اینجا از کی استفاده کنیم. بعد اولش که فقط فاعلیه، بعد کی که حالت فاعلی داره، که مفعولیه، کی فاعلیه. خب تو این صفحه هم دقت بکنید، واسی از ساک کی پرمه دو شرجه، یعنی این یه ساکه، یه کوله، یه که اجازه میده یا امکان میده، درسته؟ این خط هم دقت بکنید، ایل کنوین تو پختی کلیرما و پرسون کی پخت پلوزیر، برای افرادی که پخت پلوزیر جور دان لنتیور. اینجا هم چون حالت فاعلی از کی استفاده کرده. سه تروا پانو سولر پرودویز کتر وات کی شارژ اون بطری، که شارژ میکنن یه بطری، باز حالت فاعلی از کی استفاده کرده چون حالت فاعلی بوده. خب قبل از اینکه ادامه این درس رو بهتون بدم، یادتون نره اگر خوشتون اومد لایک بکنید، تو کانال سابسکرایب بکنید. خیلی مشارکت پایینه، من یه خورده گله دارم برای اینکه من این هم وقت میذارم برای اینکه این ویدیوها رو برای شما تولید بکنم، ولی خیلی از افراد حتی یه لایک نمی کنن. اگر خوشتون اومد حتما لایک بکنید، به دوستاتون هم معرفی بکنید. خب شوازیسه لبون رپونس، یعنی جواب درست رو انتخاب بکنید. کی و که، کی برای چی استفاده میشه؟ ال سوژه دو ورب کی سوی، فاعل فعلیه که بعدش میاد، یا لو سئوده دو ورب کی سوی، یا مفعول اون فعلیه که بعدش میاد. طبیعتا گزینه اول درسته، لو سوژه دو ورب کی سوی، ولی که برای وقتی میاد که لو سئوده دو ورب کی سوی هستش. اینو هم دقت بکنید. یه نکته اینجا دقت بکنید، که دوین، که و اپاستروف دوان اون وایل، که اگه قبل از یه حرف صدادار بیاد تبدیل میشه به که و اپاستروف و ادغام میشه، ولی کی این شکلی نیست، کی بعدش حرف صدادار بیاد تغییر نمی کنه. خب بریم صفحه 125 تمرین انجام بدیم. متو قبلش میخوام که اون لایک رو بزنید، محکم بزنید، برای اینکه تو الگوریتم های گوگل میخوام که این ویدیو بیاد بالا، اگه خوشتون اومد البته. کمپلته ل دفینیسیون سویوانت اوک لو پرونون رلاتیف کی او که، یعنی تعریف های زیر رو با پرونون رلاتیف کی یا که کامل بکنید. پوی بعدش دیت دو کل ابژه اون پرل، بعدش بگین که از کدوم ابژه یا شی ما داریم حرف میزنیم. خب اولی رو نگاه کنیم، یه ستن اوبژه، این یه شیئیه، یه چیزیه که لی کوافور، کوافور یعنی آرشگرا، کسانی که مثلا سرمونی دارن، نا یوتیلیز سووان، اغلب استفاده میکنن. ای سر ا کوپه، سر سرویر ا بهتون گفتم یعنی بریدن، قیچی کردن. خب پس اولی اینجوریه، شیئی که سرمونی ها یا آرشگرا استفاده میکنن، درسته؟ بعد در نتیجه اون شی میشه چی؟ میشه مفعول. وقتی مفعوله از خلطیف چی استفاده میکنیم؟ کی یا که؟ از که استفاده میکنیم چون مفعوله، یعنی شی ای که استفاده میکنن، اوکی؟ ولی بعدی رو نگاه کنید، سر ا کوپه، سر ویر ا، یا در واقع یعنی به کار رفتن. اینجا فاعلیه، که به کار میرود، اینجا میشه کی. پس اولی چون مفعول میشه که، دومی چون فاعل میشه کی.
این چه شیئیه؟ توی کامنت برام بذاری که چه شیئیه، من براتون صحیحش میکنم. در واقع خب قیچیه دیگه، من میخوام قیچی رو به فرانسه بنویسید. دومی میگه سه تن ابژه، این یک شیئیه، سوتروف دان لا میزون، تو خونه پیدا میشه، خونه پیدا میشود، در واقع حالت فاعلی داره. پس میگیم چی؟ کی؟ کی سوتروف؟ شیئی که پیدا میشه تو خونه، ا سر ا اکلره اون پیس، و به کار میره برای روشن کردن یه اتاق. اینجا هم دوباره فاعلیه، پس میشه کی. این چیه؟ این چه شیئیه که تو خونه استفاده میشه برای نور دادن به اتاق استفاده میشه؟ تو کامنت برام بنویسید. سه میگه سه تا ویتما، یه لباسیه که اومه کان ایل پلو، می از متخ میاد، در واقع این پوشیدن که میپوشیم، کان ایل پلو، وقتی بارون میباره میپوشیمش، یا کنی آن را میپوشیم، پس مفعوله، پس میشه که، منتها چون حرف بعدی صدا داره در هم ادغام میشه، میشه کمه کمه که به علاوه اون لیزون شده. ا پرمه دو سو پروتژه، و امکان میده که از خودمون محافظت بکنیم، امکان میدهد، در اینجا دیگه فاعلیه، میشه کی پرمه. پس اولی مفعولی بود، دومی فاعلی بود. این چه شیئیه، این چه لباسیه که تو روزای بارونی میپوشیم؟ برام کامنت کنید. د میگه سه تن ابژه، این یه شیئیه، اون اوتیلیز پور بوار، که استفاده میکنیم برای نوشیدن. خب پس حالت مفعولی داره، سه تن ابژه کن اوتیلیز پور بوار، که استفاده میکنیم برای نوشیدن. اینم برای من کامنت بکنید که چه شیئیه، به زبان فرانسه لطفا. بعدی میگه سه تا مبل، این یک وسیله خونه است، اون تروف دانزون میزون، که پیداش میکنیم. ببین سوتروف نیست، سوتروف اگه بود فاعلیه، بعد اینجا ما پیداش میکنیم، دانزون میزون توی خونه، او دانزن جاردن، یا توی باغ، ا پرمه دو ساسوار، و امکان میده که روش بشینیم. پس اولی رو نگاه بکنید، چون ما پیداش میکنیم، پیدا میشه، مفعولیه، پس میشه کن تروف دانون میزون، ولی دومی چون حالت فاعلی داره میگه امکان میدهد، در نتیجه اینجا میشه کی. خب تا اینجا کافیه، امیدوارم که مورد استفاده شما قرار گرفته باشه و این بحث گرامری رو خوب یاد گرفته باشین. اگر سوالی چیزی دارین حتما تو قسمت کامنت بر من بذارین، به همشون رسیدگی میکنم و جواب سوالاتون رو میدم. و یادتون نره که این یک سری ویدیو هستش و در نتیجه همه ویدیوهای این سری رو ببینید و منتظر ویدیوهای بعدی من باشید.